بشنو از این خاموش. اثر اوشو. مترجم عبدالعلی براتی. وقتی ذهن می شناسد، آن را دانش می خوانیم. وقتی دل می شناسد، آن را عشق می خوانیم. و آنگاه که وجود می شناسد، با مکاشفه روبرویم. درون تو تنها گذرگاهی است که می تواند یاری رسان باشد. با سفر به درون می توانی به هستی چنگ بزنی. در آن لحظه با همه چیز احساس یگانگی ژرفی می کنی. و دیگر تنها نیستی. غیر تو کسی نیست. این تنها تو هستی که در همه سو بس یافته ای و در همه چیز تجلی کرده ای. این تویی که در درخت شکوفا شده ای. این تویی که در ابرهای نقره‌ای می خرامی. در دریای بیکران قطره‌ای و در رود جاری. این تویی در جانوران و این تویی در انسانها. پرسش کلیدی این است: من کیستم؟ و تنها راه دریافت پاسخ آن این است که سکوت پیشه کنی، هوشیار باشی و آگاه، افکارت را بنگری و بگذاری که بگذرند. روزی در خواهی یافت که سکوت حاکم گشته و حتی نجوایی از فکر کردن به گوش نمی رسد. همه چیز ساکن شده. گویی زمان از حرکت باز ایستاده است. و ناگهان از خوابی چندین ساله بر می خیزی. از چنگال کابوس رهایی یافته ای. یک اصل رو از یاد مبر. تنها آنچه که تو می دانی ارزشمند است. و آنچه که می دانی هرگز از دست نخواهی داد. هر آنچه که گم شدنی است و هر آنچه مجبور به حفظ آن باشی نمیتواند ارزشمند باشد، چون گم شدنی است. این گونه چیزی به آن معناست که ثمره تجربه تو نیست. هیچ اندیشیده‌ای که کدامین اندیشه به تو تعلق دارد، همه منشأ دیگری دارند، آریه‌ای‌اند. یا دیگران این اندیشه ها را در تو انباشتند و یا خودت احمقانه آنها را در خود انبار کرده ای. اما هیچ کدام از آن تو نیستم. از نو آغاز کن. سنگ لوحی باش پاک. آری از هر تعصبی. آنگاه شاید دریابی که حقیقت چیست. از حقیقتی که میابی حیرت میکنی. در جایی مکتوب نبوده و به واژه در نمیآید. هرگز به قلم راز نمیگشاید. هرگز کسی آن را بر زبان نرانده. و هرگز بر زبان کسی جاری نخواهد شد. ذهن همیشه پرسان است. چرا؟ برای چه؟ و اگر جوابی برای چه نیابی، کم کم آن پرسش ارزش خود را از دست می دهد. این گونه است که عشق قدر خود از کف داده است. منظور از عشق چیست؟ به کجا می کشاندت؟ از دستیابی به آن چه طرفی می بندی؟ با آن آیا به مدینه فاضله، به آن بهشت موعود دست خواهی یافت؟ البته با این منطق عشق را محملی نیست، پوچ است و بی‌معنا. هدف از زیبایی چیست؟ غروب را می‌بینی، غرق در شور می‌شوی که تا کجا زیباست؟ و هر ابلهی می‌تواند بپرسد چه معنایی در این غروب است؟ پاسخی نمی‌یابی. و اگر معنایی در آن نیست، چرا به عبث لاف زیبایی میزنیم؟ گلی زیبا، تابلوی زیبا، آهنگی زیبا، شعری زیبا، همه و همه هیچ معنایی ندارن. چیزی را نمیتوانن ثابت کنن و نه هدفی را رهنمونن. و در زندگی تنها همین چیزهای بی‌معنا هستن. تکرار میکنم. زندگی تنها همین چیزهای بی‌معناست. معنا به این مفهوم که هدفی را دنبال نمی کنن، به جایی رهنمونت نیستن و چیزی از آنها به دست نخواهی آورد. به سخن دیگر، زندگی خود به تنهایی است که معنا می یابد. زندگی را قدر بدان. حرمتش نگه دار. هیچ چیز مقدس تر از آن نیست و هیچ چیز ملکوتی تر از آن نیست. وجود بدین گونه بی‌معناست. و نه بی‌معناست. معنا ربطی به وجود ندارد. هدفی نیست که وجود در پی دستیابی به آن باشد. به جای ره نمی سپارد.
تنها وجود است که وجود دارد. معنا هدفمند است. مقصدی دستاوردی. ذهن انسان مولد معضل معناست. ذهن دلیل اصلی تمام پرسش هایی است که در تو زبانه می کشند. ذهن نمی تواند آنچرا که هست همان گونه بپذیرد. سرشت ذهن این گونه است. میراثی به تو نخواهد رسید. تو پیش از این ارث خود برده ای. حیات تو میراث توست. به آن عشق بورز و تکریمش کن. در سراسر دنیا مردمی که هرگز زندگی نکردن میمیرن. امر غریبی است. اما این هر روز رخ میدهد و بسیاری تنها در لحظه مرگ به حقیقت آن پی میبرند و میگویند عجیب است. نخستین بار است که میبینم زندگی از کف مینهم. زندگی میکنی برای چه؟ تا عشق بورزی، لذت ببری و شادمان باشی. اگر نه چرا زندگی میکنی؟ حیرت انگیزترین ویژگی ذهن آن است که چون نظاره اش کنی ناپدید می شود. درست بمانند نور که تاریکی را محو می کند. چون نظاره کنی ذهن محو می گردد. افکار و تمامی ساز و برگ او را محو می کند. مکاشفه همان نظاره کردن است. آگاهی است. آشکار می کند. چیزی به وجود نمی آورد. کشف می کند. آنچرا که وجود دارد. چه چیز آنجاست؟ وارد می شوی. خلوتی است به تمامی. زیبایی آن شگفت‌انگیز است. چه سکوتی از سرشار، نور و رایحه دلانگیز. گویی به قلمرو خداوند پا نهاده ای. آری، جایگاه خدایی یافته ای. و اگر در چنین فضایی بوده باشی بیرون می زنی. در می یابی کسی دیگر شده ای. تولد دوباره یافته ای. اکنون چهره نخستین خود یافته ای. تمامی صورتک ها کنار زده شدن. در تمام دنیا زندگی می کنی. اما نه به همان شیوه پیشین. در میان همان مردمی. اما نه با همان نگاه و با همان برخورد. چون نیلوفر در آب ریشه زدی. در آب اما دور از آب. مذهب کشف چنین نیلوفری در درون است. دوستی از جهان رخت بربسته. همان گونه که عشق. چون دوستی تنها زمانی ممکن است که اوریان همان گونه که هستی باشی و نه آن گونه که دیگران می‌خواهند باشی و نه آن گونه که باید باشی. آنگاه که من و تو چنان که هستیم برای هم باشیم می‌شکفیم. دوستی می‌بالد. آنگاه که من و تو بتوانیم صورتک های من از چهره برداریم، گام های بلند به سوی مذهبی شدن برداشته ایم. از این رو عشق، دوستی و هر آنچه که یاریت دهد نقاب به کنار می نهی. سوی مذهب رهنمون می شوی. قصد من تنها آن است که تو رو باز به خود باز گردانم. تو دزدیده شده ای. بر تو حجابی افکندن. به هر طریق ممکن شرطیت کردن. تمام درهای منتهی به خودت را بستن. تمامی کار من آن است که در تو درها و پنجرها بکشایم و اگر بتوانم تمامی دیوارها را فرو بریزم و در زیر آسمان رهایت کنم، آنگاه در خواهی یافت که مذهب چیست. نخستین گام آن است که خود باشی و دومین قدم آن که بدانی که هستی. بنابراین همچنان خودت بمان. طبیعی باقی بمان. تلاش کن که آگاه و آگاه تر جریان حیات جاری در وجودت را لمس کنی. کیست که در قلب تو می زند؟ کیست که فرو رفتن و برآمدن نفس را فرمان می دهد؟ کیست که فرو رفتن و برآمدن نفس را فرمان می دهد؟ خود هموست که با او تولد یافته ای. شخصیت هموست که در خود جمع کرده ای. شخصیت دستاورد توست. خود هست خود هدیه هستی به توست. برای یافتن آن
هیچ زحمتی به خود نداده ای. به دستش نیاورده ای که کسی بتواند از تو بگیردش. این دزدی ناممکن است، چون این سرشت تو عین هستی توست. شک آری، دودلی هرگز. با تمام توان شک کن، آنگونه که شک همانند شمشیر در چنگ تو باشد، شمشیری که با آن زباله های پیرامونت را به خاک افکنی. شک برای پاک کردن راه از خس و خاشاک است و پالایش برای بیداری. اینها دو روی یک سکه‌اند. با این همه زباله که بر سر و رویت سنگینی می کند، بیدار نتوانی شد. بوی تعفن همین زباله هاست که خواب آلوده‌ات کرده است. تخدیرت می کنند تا همچنان در خواب بمانی. حقیقت راز شگفت انگیزی با خود دارد، مگر آن را بیابی، اگر نه هرگز به حقیقت نو تبدیل نمی شود. اگر حقیقت دیگری باشد و تو آن را آریه گرفته باشی، تا آن زمان که آریه‌ای بماند حقیقی نیست. حقیقت آریه‌ای حقیقت نیست، کذب است و دروغ. ضرورتی همیشگی است که با نه آغاز کنی. اگر میخوای آری بگویی، مجبوری هزاران نه بگویی، چون تمام حیات تو پایمال افراد بسیاری شده. باید به همه آنها بگویی نه، و پس از هزاران نه شاید خود را در جای بیابی که بتوانی آری بگویی. در هر کار، در هر فکر و در هر تصمیم به یاد آر آیا منشأ این کار، این فکر و یا تصمیم تویی یا کسی دیگر در تو فرمان رواست. شاید حیرت کنی از اینکه صدای واقعی فرمان روا را بشناسی. شاید صدای مادرت و یا پدرت باشد، درک آن مشکل نیست. صدا پایدار میماند، درست به تازگی تنین نخستین آن. نصیحت، دستور، حکم به نظم و فرمان. شخصیت تمام آن چیزی است که از راه آموزش، رفتار، تمدن، فرهنگ، مدرسه، دانشگاه در خود انباشت کرده ای. شخصیت نشانه تلاش توست، دستاورد توست و چنان آن را بزرگ کرده ای که تمام و کمال خود واقعی را فراموش کرده ای. از صداهایی که درون تو هن خود را رها کن و دیری نمی گذرد که از شنیدن صدای آرام و نجواگونه حیران شوی. صدایی که تازگی دارد. نمی دانی صدای کیست. نه مادر، نه پدر، نه معلم و نه هیچ کس دیگر. ناگهان در میابی که این صدا صدای خود توست. به همین دلیل نمی توانستی آن را بشناسی و یا بدانی از آن کیست. صدای خودت را کشف کن. آنگاه بیباک دنبالش کن. به هر آنجا که می خواندت. زندگی تو هدفی پیش رو دارد. سرنوشت تو در آنجاست. تنها در آنجاست که خرسند خواهی بود و خوشنود. تنها در آنجاست که شکوفه می کنی و در همان گلزار است که آگاهی از راه می رسد. آنگاه که حقیقتی را بشنوی، هرگز فراموشش نخواهی کرد. این از صفات حقیقت است که نیازی به یادآوری ندارد. دروغ را باید همیشه به یاد داشته باشی. دروغ در معرض فراموشی است. دروغگو به حافظه بهتری نیازمند است تا حقیقتگو. حقیقتگو نیازی به حافظه ندارد. حقیقت همسر و فرزندی ندارد. حقیقت تنهاست. اجتماع می آموزد راه مناسب، راحت و هموار در پیش گیری. راهی که پدران تو، اجداد تو و نیاکان آنها از زمان آدم و حوا در پی گرفتند. در راه هموار گام بردار. این حکم استوار به دلیلی است. میلیون ها تن پیش از تو در آن گام زدن. از این رو تو نیز به بیراه کشنده نخواهی شد. اما به یاد داشته باش، میلیون ها نفر هرگز حقیقت را تجربه نکردند. حقیقت تنها به خاص رخ نموده است.
دم فرو بستن به معنای سکوت نیست. شاید سخنی نگویی، شاید هیچ نگویی، اما هزاران فکر در درونت در آمد و شد باشند. جریان مداومی از افکار، روز و شب در حرکتم. تو خواهان قدرتی تا آزار برسانی، وگرنه عشق کافیست، مهربانی کافیست. زندگی در خطر آن است که هرگاه با انتخاب روبرو شدی، آگاه باشی از یک راه راحت و بی‌درد سر، احترام برانگیز، خوشایند جامعه و آبرومند. چیزی را انتخاب کن که ناقوسی را در اعماق قلبت به صدا درآورد. چیزی را برگزین که دوست داری، فارغ از دغدغه پیامد آن. ابله به نتایج کار می‌اندیشد. اگر چنین کنم چه خواهد شد؟ نتیجه چه خواهد بود؟ او بیشتر به نتیجه مقید است. انسان واقعی هرگز به نتیجه نمی‌اندیشد. او تنها به کار در همان لحظه فکر می‌کند. احساس می‌کند این چیزی که مرا می‌طلبد و من قصد انجامش را دارم. او هرگز تأسف نخواهد خورد. پشیمان نخواهد شد. چون کاری علیه خود انجام نداده است. شخصیت صورتک بسیار ظریفی است که اجتماع به فرد داده است و تلاش هر اجتماعی تا کنون این بوده که تو و هر کس دیگر را فریب دهد، وانمود کند که شخصیت تو همان فردیت توست. شخصیت همان چیزی است که دیگران به تو دادن، اما فردیت همان چیزی است که با آن زاده شده ای، چیزی که سرشت توست. کسی نمیتواند آن را به تو بدهد و یا آن را از تو بگیرد. شخصیت دادنی و گرفتنی است. بنابراین وقتی با شخصیتی خو گرفتی، مشکل به توانی از آن خلاص گردی. به تو گفتن که تو چنینی. والدین، آموزگاران، همسایه‌ها، دوستان، همه و همه موم شخصیت تو رو در مشت فشردن و از تو چیزی ساختن که آن نیستی و هرگز نتوانی بود. از این رو بیچاره شده ای. در قفس همین شخصیت اسیر مانده ای. تو خود نیز هراسان از گریزی. از چیزی بیش از آن آگاه نیستی. ساده تر بگویم، لباسهایت را جای خودت میگیریم. در چنین حالتی طبیعی است که از اوریان شدن به هراسی. مشکل تنها ترس از دور ریختن لباسهایت نیست، بلکه از این وحشت داری که با دور ریختن لباسهایت کسی در میان نباشد و همه ببینند که زیر پوشش لباسها چیزی نیست، تهی از درون. لباسهایت همچنان به تو عینیت می‌بخشند. شخصیت بزدل است و طبیعی است که بزدل باشد. اگر واژه ها از دل برایند، نیازی به تأکید نیست. اگر چیزی باشد که باید با حرکت دست ها انتقال یابد، دست ها خود از عهده کار برمی آیند. کار دیگری نیاز نیست. اگر چیزی در نگاه تو باشد، خود جاری خواهد شد. ورنه همه و همه چیزی جز تزویر نخواهد بود. لحظه ای که از رنج ها رها گردی، می توانی بال بکشایی و به ژرفای گستره وجود که روزها و روزها چشم انتظارت بوده سفر کنی. زندگی کردن در خطر یعنی شرایط احمقانه بین خود و زندگی قرار ندهی. تناسایی، آسودگی، شهرت و خوشنامی، همه را گرو مباش و بگذار نسیم زندگی بر تو بوزد. با او همراه شو، بی آن که اندیشه کنی که در شاهراهی یا نه، یا آن که نگران مقصد باشی. با چشمان باز زندگی کن، در هر وضعی که هستی، در راه رفتن، خوردن و یا آنگاه که هیچ کاری نمی کنی. تنها دم است و بازدم، استراحت می کنی، در سبزه ها آرمیده ای. هرگز فراموش مکن که تو یک ناظری. بارها و بارها این را فراموش می کنی.
فکر، احساس، هیجان و هر چیز دیگری از حالت ناظر بودن جدایت می کند. به یاد داشته باش و با شتاب به مرکز نگهبانی بازگرد. ناظر بودن به معنای انجام دادن کاری نیست. درست همان گونه که غروب خورشید و حرکت ابرها در آسمان و رفت و آمد مردم در خیابانها را نگاه می‌کنی، ناظر باش بر آمد و شد افکارها و رویاها، مربوط و نامربوط، مداوم و منقطع، هر چه که آمد، هر چه که ادامه دارد و همیشه می‌بینی که ساعت اوج رفت و آمد است. تو تنها ناظر باش، در کناری لاقید به ایست و نظاره کن. من تنها یک اشتباه است، مانند این است که بگویی دو به اضافه دو می شود پنج. به همین سادگی. وقتی به درون نگاه می کنی و خود حقیقی را می جویی، در می یابی که دو به اضافه دو می شود چهار، نه پنج. چیزی نباید کنار گذاشته شود، اما چیزی از تو پنهان مانده است. چیزی که هماره وانمود می کرد خود توست. چیزی که تمامی حیات تو را ویران کرد. چیزی که همه چیز را خراب می کرد. اکنون ناپدید شده. این تویی که می توانی خود را رها سازی. با دور کردن کسانی که با قل و زنجیر به سویت می آیند و دیوارهای رفی و رفی تر به دورت می کشند. تو مسیح خود و رستگار کننده خود هستی. به یاد داشته باش. ناظر بودن هنر یا حرفه نیست. ناظر بودن یک فن است. تنها باید در رودخانه‌ای که به درونت جاریست غرق نشوی. اگر به هر طریق در این رودخانه دست و پا بزنی غرق شده ای. آرام بمان و بی حرکت، بی هیچ دست و پا زدنی. هوشیار. اگر فکری خوب یا بد می‌گذرد مهم نیست. کار تو ناظر بودن است. اسمی بر زبان نیاور، چیزی را محکوم نکن. همه اینها دست و پا زدن است. به تو ربطی ندارد. اگر آز می‌آید بگذار بیاید، بگذار بگذرد. اگر خشم می‌آید، اگر خشم می‌گذرد، بگذار بگذرد. کیستی که تو دخالت کنی؟ چرا تا این حد اسیر ذهن خود هستی؟ چرا فکر می‌کنی من آزمندم، من خشمگینم؟ تنها فکری که حاصل خشم است، بگذار بگذرد. بگذار بگذرد و تو تنها ناظر باش. به یاد داشته باش، تنها آنچه را که خود تجربه کرده ای از آن توست. آنچه را که می دانی همان است که تو می دانی. باور من این است، زیستن در هماهنگی با طبیعت بزرگترین معجزه است. در سحرگاه با او هستی، در غروب با او هستی، در لذت با او هستی، در درد با او هستی، با او هستی در زندگی، با او هستی در مرگ، حتی یک لحظه و در هر کجا از او جدا نیستی. این همسویی کامل، این توافق مطلق انسان مذهبی را خلق می کند. هیچ کس دیگر نمی تواند بند اسارت از پایت بگسلد. تو خود صیاد خودی، چگونه می توانم آزادت کنم؟ تو خود بند بگسل و رها شو. تو عاشقی بر زنجیرهایت و آزادی از من می طلبی؟ چه خواهش عبثی. تو خود عامل بدبختی ها و رنج های خودی و از من آزادی را می طلبی؟ و تو همچنان همان بذرها می افشانی، به همان راه می روی، همان آدم گذشته ای و همان گیاهان را باغبانی. که می تواند تو را نجات دهد؟ چه کسی باید تو را ناجی باشد؟ آزادی تو مسئولیت من نیست. من در آن چه هستی نقشی نداشتم. تنها تو. تنها تویی که خود را به این روز انداخته ای.
نباید حتی روزنه و یا کنجی از وجود خود را ناشناخته در ظلمت رها کنیم. باید به هر سو نور بیافکنیم و تا آن زمان که ظلمت باقی است در شوربختی دست و پا خواهیم زد. در آشفتگی می فرسایی. عقاید تو کاری از دستشان بر نمی آید. باورهایت نیز نمی توانند یاری رسان باشند. هنگامی که نور حاضر است، تاریکی ناپدید می شود. نه، تاریکی نگریخته است. تاریکی ابداً وجود ندارد. تاریکی تنها غیبت نور است. من درست مانند تاریکی است. وجودش به خود متکی نیست. من غیبت آگاهی است. من نمی گویم من را کنار بگذار. می گویم او را نظاره کن. ناظر باش. چشم از او بر مدار. آنگاه طیف‌های رنگارنگ از من خواهی دید که به حیرتت وامی دارد. نیچه می گوید پیش از آن که به بلندای درخت برسی و بتوانی شکوفایی گلها را ببینی، مجبوری به ژرفای ریشه ها نقب بزنی، چون در آنجاست که رازها نهفتند و هرچه ریشه ها عمیق‌تر، شاخسارها بلندتر باشند، از این روز هر اندازه که آتش شناخت و یا رسیدن به آگاهی کیهانی این نیلوفر بهشتی بیشتر باشد، مجبوری افزونتر و افزونتر به ژرف‌ترین دالانهای ظلمت در این پایین سفر کنی. این تنها راه است. آن را مکاشفه بخوان، آن را آگاهی بخوان و یا مراقبه بدان. همه و همه همین است که بیشتر هوشیار باشی. نخست نسبت به خودآگاه خود و این که در آن چه می گذرد و چه آزمون زیبایی است این. منظری به تمام شوق‌انگیز و شگرف. ذهن به سادگی توان مبالغه دارد. از بزرگ نمایی لذت می برد. آه و ناله های بسیار برای دردی ناچیز. رنج ناچیز را بزرگ مصیبت بارترین رنج ها و بزرگترین می پندارد. و لذت ناچیز را اوج لذت روایت می کند. گویی هیچ کس دیگر معنای لذت را نمی داند. ذهن مبالغه گراست. بزرگ نمایی کار اوست و تو به چنین بزرگ جلوه دادنی باور داری. ذهن بخشی از جامعه است. ذهن پاره ای از وجود نیست. به همین دلیل برای رشد نیاز به جامعه دارد. هر اندازه که جامعه پرقوامتر باشد، ذهن ماهرانه تر می بالد. تو مسئول همه آن چیزی هستی که هستی. اگر شوربختی، خود مسئولی. این مسئولیت را به گردن دیگران مینداز، چون هرگز از آن رها نخواهی شد. هنگامی که مسئولیت خود را به تمامی و به هیچ کاستی پذیرفتی، آنگاه که به بوختگی رسیده ای. کسی که خود را مقید به حکم و یا روشی خاص می کند، به ویرانی خود پرداخته است. زهری تدریجی را به کام می کشد. چون حکم را کسی دیگر و نه تو، در جایی دیگر که تو هرگز در آنجا نخواهی بود، در زمانی دیگر، فضایی متفاوت که با زمان و فضای تو بیگانه است ساخته است. پیروی از چنین حکمی بس خطرناک است. زندگی خود را از کانون بسترش منحرف می کنی. خود را از شکل می اندازی، در تلاشی تا خود را فرم و شکل بدهی، اما به عبث تنها چهره خود را معیوب می سازی. من انسانی هستم چون دیگر انسان ها. اگر تفاوتی باشد، نه در کیفیت که تنها در شناخت است. من خود را می شناسم و شما خود را نمی شناسی. تا جایی که به حیات مربوط می شود، به همان وجود تعلق دارم. همان هوا را تنفس می کنم. شما نیز به همان وجود تعلق دارید و از همان هوا تنفس می کنید. تنها تلاشی نکرده اید که خود را بشناسید. آن زمان که خود را بشناسید،
هرگز تفاوتی در میان نخواهد بود. درست مانند آن است که کنار هم ایستاده ایم و من به آفتاب نگاه می کنم و شما چشم برام بسته اید. خورشید برای تو نیز بر می آید. همان گونه که برای من زیباست و رنگ رنگ. نه تنها برای من که برای تو. اما خورشید را گناهی نیست. تو ایستاده ای با چشمان بسته. تنها تفاوت در این است. آیا تفاوت زیادی است؟ باید به تو نهیب زد و گفت چشم بکشا. پگاه هستیم. شب به پایان رسیده است. درست آنگونه که علم کاشف دنیای واقعی است، مذهب دنیای درون را کشف می کند. رسالتی را که علم در پهنه وجود عینی به عهده دارد، همان رسالت را مذهب در عرصه ذهنی عهده دارد. شیوه های این دو به تمامی یکسانند. علم آن را مشاهده می خواند، مذهب آن را آگاهی. علم آن را آزمایش می خواند، مذهب تجربه اش نام می نهد. علم از تو می طلبد آزمایش کنی بدون دخالت ذهن و فارغ از هر گونه باوری. بایستی رها باشی و حاضر. نمی توانی چیزی را بر واقعیت تحمیل کنی. باید تسلیم آن شوی. هر چه که باشد، حتی اگر برخلاف عقیدت باشد، بایستی ایده هایت را کنار بگذاری. اما واقعیت را انکار نتوان کرد. تلاش علمی ذهن تو را در برابر واقعیت به خطر می اندازد. باید ذهن را در راه واقعیت فدا کنی. واقعیت به پیش می تازد، فارغ از تصور تو. شاید شیوه تفکر دو درست یا نادرست باشد، اما داور نهایی واقعیت خواهد بود. تنها کور است که به نور اعتقاد دارد. بینایان به نور اعتقاد ندارند. آنان به سادگی شاهد پرتوی آن هستم. می خواهم که بینا باشی و وقتی می توانی ببینی چرا باید به باوری دلخوش کنی و کور بمانی؟ نه، تو کور نیستی. شاید تنها چشمها رو بسته ای و شاید هیچ کس به تو نگفته که می توانی چشم بکشایی. انسان با نیروی ناشناخته و یا بهتر بگوییم ناشناختنی زاده شده است. چهره نخستین او به هنگام تولد دور از دسترس است. باید آن را بیابد. کشفی در راه است. و زیبایی کار در همین جاست و همین تفاوت است بین یک وجود و یک شی. شی فاقد نیروی بالقوه است. همان است که هست. انسان شی نیست. تمامی رنج و تمامی شادی. آن همه مبارزه، آن همه آشوب، همه در همین است. هستی تو رو به این گونه که هستی میخواند. از این رو همین هستی که هستی. هستی این گونه که هستی به تو نیاز دارد. اگر نه کسی دیگر رو به وجود میآورد و نه تو را. بنابراین خود نبودن غیر مذهبی ترین کار دنیاست. خودت باش. بی هیچ قید و شرطی، بی هیچ بند اسارتی. تنها خودت باش و بدان که انسانی هستی مذهبی، چون سالم هستی و کامل. به دنیا پا نهاده ای درست مانند کتابی باز، ساده و نانوشته. باید سرنوشت خود را رقم بزنی. خود و نه کس دیگر. چه کسی می تواند چنین کند؟ چگونه؟ چرا؟ به دنیا آمده ای درست مانند نیروی باز، نیروی چند سویه. مجبوری سرنوشت خود را بنویسی. خالق سرانجام خود باشی. مجبوری به خود فرا روی. تو قالب یافته به دنیا نیامده ای. همچون یک بز زاده شده ای. می توانی همان بز بمانی و بمیری. اما می توانی گل باشی و بشکفی. می توانی درخت باشی و ببالی. هنگامی که چیزی بسیار آشکار است، عادی تصورش می‌کنی. وقتی چیزی بسیار به چشمانت نزدیک باشد، نمی‌توانی آن را ببینی. برای دیدن به فاصله نیازمندی.
شوربختی گویی همزاد ما شده است. هزار سال است که از این بلا به خود پیچیده ایم. همین نزدیکی بسیار نمی گذارد آن را ببینیم. وگرنه وجود آن بسیار آشکار است. برای دیدن این آشکار نهان به چشمانی کودکانه نیازمندیم و ما همه هزاران سال را در دیدگانمان به ارث برده ایم. چشمان ما پیرند و کهنسال، نمی توانند تازگی را ببینند. آنها پیش از این صحنه را دیدند و همانهایی را که موجب شوربختیان فراموش کردند. عالم شدن امری حقیر و پیش پا افتاده است. کتاب‌ها و کتابخانه‌ها هستند، دانشگاه‌ها فراوانند. چه آسان می‌توان عالم شد. وقتی عالم شدی در فضای بسیار حساس قرار گرفته‌ای. چون خود نهیب می‌زند که بپذیر این دانش توست. و نه تنها دانش و علم که این عقل و خرد توست. خود در صدد است که دانش را به خرد ارتقا بدهد و تو به تدریج باور می‌کنی که دانایی. تو هیچ نمی‌دانی. تو تنها انبانی از کتابی. آنچرا که در آنها نوشته شده، شاید کتاب‌ها را کسی چون تو نوشته باشد. جز معدودی تمام کتاب‌ها را اهل کتاب نوشتند. در واقع اگر 10 کتاب بخوانی، چنان ذهن خود را انباشته از کلمات می‌کنی که می‌خواهی آنها را در کتاب 11 بریزی. چه کار دیگری می‌خواهی در پیش گیری؟ باید خود را از رنج رها کنی. هرگز در نمایشنامه‌ای که دیگران نوشتن بازی نخواهم کرد. من خود اصول بازیم را می‌نویسم. دیدن فکر کردن نیست. خورشید برمی‌آید. اگر درباره آن فکر کنی آن را از دست داده ای. چون وقتی به آن فکر کنی از آن دور می شوی. در فکر کردن می توانی فرسنگ ها راه بپیمایی و فکر تیز پاتر از هر رونده ایست. فکر حجابی بر چشمانت می کشد. رنگ خود برام می زند. نشان خود برام می زند. مانع از رسیدن واقعیت به تو می گردد. خود را بر واقعیت تحمیل می کند. انحرافیست از رسیدن به واقعیت. دیدن روندی سراسر دیدرگونه است. دیدن روندی سراسر دیگرگونه است. دیدن زاییده مکاشفه است. چگونه می توانی از خود فرار کنی؟ تلاش می کنی اما همیشه باز خود را می یابی. می توانی در پس درخت ها و کوه ها در عمق غارها پنهان شوی. اما به هر سو که بنگری خود را در آنجا می بینی. از خود به کجا می توانی پناه جویی؟ با این زندگی که در تو می رقصد، در تو نفس می کشد و در تو زنده است بمان. باید به خودت نزدیکتر شوی تا این را بدانی. شاید بسیار دورتر از خود ایستاده ای. شوق و تمناهایت تو را بسیار دورتر نگه داشته است. باید به خانه بازگردی. به یاد داشته باش. زمانی که زنده ای موهبتی عظیم در دست توست. حتی یک لحظه آن را از دست مده. پیش از آن که خودشناسی آغاز کنی، باید خود باشی. مجبوری تمام شخصیت‌ها را همانند لباس‌هایت از خود جدا کنی. اوریان بی هیچ پوششی و سپس آغاز کنی. می توانم دستم را بدون آنکه ناظر بر حرکت آن باشم تکان دهم و می توانم بر حرکت آن از آغاز ناظر باشم. هر دو حرکت کاملا با هم متفاوتند. اولی حرکتی مکانیکی است، درست مانند حرکت آدم آهنی، و دومی حرکتی است آگاهانه. با آگاهی حرکت دست را از درون حس می کنی. در ناآگاهی حرکت دست را از برون شاهدی. چهره خود را تنها در آینه و از برون شناخته ای. چون به آن سو نگاه نمی کنی. اگر دیدن آغاز کنی، چهره ات را از درون احساس خواهی کرد و
و چه تجربه ایست والا. با شگفتی های بسیار روبرو خواهی شد. افکار محو خواهند شد. احساسات محو خواهند شد. هیجان ها محو خواهند شد. و سکوت چتر خود بر تو می گسترد. و تو درست جزیره ای خواهی بود در بطن اقیانوس سکوت. همه می گوین قانع باش. چرا؟ در این عمر کوتاه چرا باید قانع بود؟ پرواز کن هر چه رفیع تر. دست افشانی کن هر چه دیوانه وارتر. تنها می توانی خود باشی ولا غیر. و چه زیباست این خود بودن. هر آنچه که اصل است سرشار از زیبایی، تراوت و خوشبویی و شادابی است. هر آنچه که تقلیدی است مرده است و تیره و ساختگی. می توانی تظاهر کنی، اما که را فریب می دهی؟ خود را و نه هیچ کس دیگر. و چه نیازی به این فریب کاریست؟ چه طرفی خواهی بست؟ زندگی به جای راهی نمی برد. تنها تفرجی صبحگاهیست. به آنجا رو که تمام وجودت به سوی آن جاریست. جایی که باد می وزد. این راه را تا جایی که راه می نماید پیش گیر. و هرگز در انتظار یافتن چیزی مباش. هرگز تعجب نکردم چون هرگز در انتظار چیزی نبودم. همه چیز سرشار از حیرت است و جایی برای نومیدی نیست. همه امید است. اگر چیزی پیش آید خوش آمد و اگر چیزی پیش نیامد این نیز مبارکتر از آن. این دو واژه را باید بفهمی، وجدان و آگاهی. آگاهی از آن توست، وجدان را جامعه به تو داده است. این تحمیلی بر آگاهی است. جوامع مختلف ایده های متفاوتی را بر آگاهی تو تحمیل می کنند. همه به نحو این کار را می کنند. و هنگامی که چیزی بر آگاهی تحمیل گردید، دیگر نمی توانی نوای آن را بشنوی. دور مانده است. بین آگاهی تو و تو دیوار ستبر وجدان تحمیلی جامعه برپا شده. دیواری که از کودکی بر تو تحمیل گشته است. ناآگاهی گناه است و برای چنین گناهی است که هر لحظه تنبیه می شوی. تنبیه و عذاب دیگری نیست. هر لحظه ناآگاهی عذاب خود به همراه دارد و هر لحظه آگاهی پاداش خود با خود دارد. این دو با یکدیگر درآمیختن. نمی توانی جدایشان کنی. از آنچه می گریزی بیشتر و بیشتر به سوی آن جذب می گردی. ذهن تو این سو و آن سو به دنبال اوست. به بهای فروختن آزادی جامعه همه چیز به تو خواهد داد. احترام، مقام بالا در زنجیره القاب. اما تو نیز باید بهایی بپردازی. آزادیت، خود بودنت. باید شکلی میان اشکال شوی. جمع از کسی که بخشی از اون نیست تنفر دارد. جمع از دیدن غریبه میان بسیار برمی آشوبد. چون وجود غریبه خود پرسش برانگیز است. خوب است که گاه فرو افتیم، زخم ببینیم، باز به پا خیزیم. چندین بار به بیراه رویم، زیانی در آن نیست. لحظه ای که دریافتی راه بیراه است، بازگرد. زندگی خود آزمون است و خطا. در عرصه وجود نازکترین تیغ علف صحرایی دارای همان قد زیبایی است که بزرگترین ستاره کهکشان. سلسله مراتبی وجود ندارد. کسی یا چیزی نیست ماورا، کسی یا چیزی نیست مادون. وجود بسیار سخاوتمند است، همیشه بخشنده است و هرگز کیفر نمی‌دهد. اما تنها راه رسیدن به وجود گذر از دهلیز سراسر سکوت ژرفای خیش است. هرگز دیگری را آزار مده و مگذار که دیگری به تو آزار برساند. تنها اگر چنین کنیم می توانیم جهانی انسانی بیافرینیم. انسانی که حرمت خود می دارد نمی تواند دیگری را تحقیر کند. می داند که این خود است در دیگری. حتی در درخت ها و صخره ها.
شاید این خود در صخره در خواب باشد، اما مهم نیست. این همان وجود در اشکال مختلف است. انسانی که حرمت خود می دارد، یک بار در می یابد که به تمامی جهان و هرچه در اوست حرمت می نهد. اعمال نفوذ به معنای دخالت است. نوعی تجاوز است. کشیدن تو به راهی که هرگز فکر آن نکرده ای. اعمال نفوذ بر انسانی دیگر تجاوز کارانه ترین عمل در جهان است. تحت تأثیر هیچ کس مباش. نگاه کن. ببین. آگاه باش و انتخاب کن. اما فراموش مکن. بار مسئولیت بر شانه های خود توست. موهبت زندگی و رسیدن به آگاهی را به تو ارزانی داشتن. تو در این عالم هستی یگانه ای. درخت ها زندن اما محروم از آگاهی. چارپایان مغز دارن اما امکان آگاهی ندارن. انسان برتر برترین است در کل هستی. اطاعت کورکورانه بزرگترین گناه است. به شعورت گوش فراده و هر آنچه را درست به نظر می آید در پیش گیر. تو اطاعت نمی کنی. تو با گام های شعورت راه می روی. اگر شعورت به اشتباه بودن چیزی حکم داد، صرف نظر از خطر، فارغ از هر نتیجه‌ای، بر آن حکم شمشیر بکش. هیچ حکمی فراتر از شعور تو نیست. آیا هرگز با خود گفته ای؟ حیات بدبختی است. چه نیازی به این همه ستاره است؟ نه، این حیات، حیات حقیری نیست. این انسان است که خالق حقارت است. زندگی همین چیزهای کوچک است. و اگر به چیزهای بزرگ دل ببندی، زندگی را از دست داده ای. زندگی نوشیدن فنجانی چای، زندگی وراجی با دوستی صمیمی است. زندگی گام زدن در پگاه، زندگی ماندن و جایی نرفتن است. پیمودن راهی در تنهایی. می توانی در نیمه راه یا از هر نقطه راه بازگردی. زندگی چیدن سفره است برای آنکه دوستش داری و نیز برای خود. زندگی شستن جامه هاست. تمیز کردن خانه است. زندگی آبیاری باغچه است. همین کارهای کوچک، کارهای بسیار کوچک. سلام به غریبه خود زندگی است. او که می تواند به غریبه سلام کند، می تواند به گل، به درخت نیز سلام کند و برای پرندگان آواز بخواند. ترک نفس، ترک اعمال به جبر است و هر کاری که به جبر ترک گردد، در واقع محو و نابود نمی شود، بلکه عمیق‌تر در ناخودآگاه تو نفوذ می کند. به مشکلی بزرگتر از پیش مبدل می شود. به تکاپو می افتد تا از راه های دیگر خود را آزاد سازد. با صورتکی دیگر، پوششی نو و شاید به گونه‌ای که حتی خود نتوانی او را باز شناسی. در تلاش است تا اعلام وجود کند به زور و جبر. تو خود با فشردن او در اعماق ناخودآگاه او را چنین قلدر و سرکش ساخته ای. فشار به ذخیره نیرو می انجامد. فشرده را فشرده تر می کنی. وجود خود را کمینگاه دشمن می کنی. ظلمت وجود آسیب برتر است. آنگاه که در روشنایی خودآگاه می زیست، کمتر می توانست دام بگسترد و خودعه بیافریند. آری، انکار نفس به معنای سرکوبی است. انسان‌های ناآگاه قابل پیش‌بینی‌اند. می‌توان به راحتی به بازیشان بگیری. می‌توانی به انجام کاری وادارشان کنی. حرف بر زبانشان بگذاری. حتی کارهایی می‌کنند که هرگز قصد انجامشان را نداشتند و چیزهایی می‌گویند که هرگز قصد گفتنشان را نداشتند. اما انسان‌های آگاه، انسان درست تنها پاسخ میگوید. او در دست‌های تو نیست. نمیتوانی تحقیرش کنی. نمیتوانی به کاری وادارش کنی. نمیتوانی حتی به گفتن یک جمله دلخواهت مجبورش کنی. او با تکیه بر آگاهی خود تنها آن میکند که مناسب است. بدون آگاهی با هر کار مشکل بر مشکل میافزایی.
این ناآگاهی تو رو بیشتر و بیشتر از طبیعت دور خواهد کرد. چه کذبند و دروغ. هر آنچه که ثمره آگاهی است درست است و هر آنچه حاصل ناآگاهی است نادرست. این کارها نیستند که درست و نادرستند. این سرچشمه ها هستند که درست و نادرست می باشند. چه نیازی به وجود ملت هاست؟ زمین سراسر یکیست. تنها در نقشه هاست که مرز می کشن و به خاطر همان مرز ها می جنگی و می کشی و جنایت می کنی. چه بازی ابلهانه ای. چه نیازی به وجود ملت هاست؟ چه نیازی به گذرنامه ها و روادید ها و محدوده های جغرافیایی است؟ این زمین به تنهایی از آن ماست. حق داریم که به هر کجای آن بخواییم سفر کنیم. عدم خشونت می گوید نه، دیگری را از هستی ساقط مکن. آیا این کافی نیست؟ این تنها جمله ایست منفی، دیگران را مکش، به دیگران آزار مرسان. آیا این کافی است؟ تکریم زندگی می کند. تقسیم کن، شادی خود، عشق خود، آرامش خود و سعادت خود را. هر آنچه که می توانی تقسیم کن. اگر زندگی را تکریم کنی، زندگی خود عبادت خواهد شد. پس خدا را حاضر در همه جا خواهی یافت. آنگاه دیدن یک درخت عبادت خواهد بود. پذیرایی از میهمان عبادت خواهد بود. قدرت در دست آدم هایی است که هر ابلهی از آنان می تواند دکمه ای را فشار دهد و تمام بشریت را به نیستی بکشاند. تمام زندگی در کره خاک را. ولی بعید نیست که بشریت نیز در اعماق وجود می‌خواهند از این همه رهایی، از این همه رهایی یابد. و شاید تک تک شهامت خودکشی ندارند، اما آماده اند که در یک مرگ جمعی شرکت کنند. تشویش را نمی‌توان نگرانی عادی به حساب آورد. نگرانی همیشه بر محور مشکل خاص پروبال می‌گیرد. پول نداری؟ نگرانی. تن پوش کافی نداری و سرما در راه است، نگرانی. بیماری و دارو نمیابی، نگرانی. نگرانی قائم به مشکلی خاص است. تشویش اینگونه نیست، احساس میکنی بی ثمری. تنفس به نظرت کاری عبث است، کاری که ادامه غیر ضروری حیات را موجب میشود. از خود میپرسی فردا چه خواهد شد؟ دیروز نیز به خود نوید میدادی که فردا خواهد آمد. امروز، اکنون، فردای دیروز است که در لباس امروز رخ نموده است. ولی اتفاق خاصی نیفتاده است. همین دور باطل سال هاست که ادامه دارد و تو در انتظار فردایی. لحظه ای که می آید و تو در میابی، نه، اتفاقی نخواهد افتاد. آن لحظه لحظه تشویش است. در بیابان تشویش، سرابی در برابر پدیدار می گردد. باید به گونه ای از چنبره حیات رهایی یابی. خودکشی و میل ناخودآگاه بشریت به آغاز جنگ سوم. در این صورت من مسئول خودکشی خود نیستم. جنگ سوم همه را از دم تیغ می گذارند و من نیز به خاک خواهم افتاد. همیشه به یاد داشته باش، افراد به تنهایی به جنایت‌های بزرگ دست نزدند. همیشه توده‌ها هستند که جنایت‌های بزرگ را مرتکب می‌شوند. من مسئول آن چیزی هستم که در حال وقوع است. فرد پیش از ارتکاب به هر جنایتی بارها به پیامدهای آن می‌اندیشد. چه می‌کنی؟ آیا درست است؟ آیا خودآگاه تو اجازه می‌دهد؟ اما نه، وقتی جماعتی در میان باشد می توانی در میان جمع پناه بگیری. هرگز کسی نخواهد فهمید که تو نیز نقشی در جنایت داشته ای. نیازی به وجود مشکلات نیست. ما خود با یک دست مشکلی می آفرینیم و تلاش می کنیم با دست دیگر از میان برداریمش. و عجیب است که هر دو دست های خود ما هستند. بزرگترین مشکل بشریت آن است که چیزی از مکاشفه نمی داند. نه افزایش جمعیت،
نه بمب اتمی، نه گرسنگی و نه هیچ چیز دیگر مشکل اساسی نیست. علم به آسانی قادر به حل این مشکلات است. تنها مشکل ریشه‌ای که علم را یارای حل آن نیست، آن است که مردم از راز و رمز مکاشفه بیخبرند. اکنون زمان آن فرار رسیده که یا دگرگون شوی و تمامی مرده گذشته را که از هم گسیخته‌ات کرده به دور بریزی و به یگانگی برسی و یا برای یک خودکشی جهانی آماده شوی. نباید هیچ چیزی از وجودت را نادیده بگیری. نباید هیچ چیز را در ظلمت وجود رها سازی. بر خود نور بتابان و خود را با چشمان یک دوست بنگر. زیرا نیروی توست و همین نیرو باید پتک و سندان خودسازی تو باشد. و اگر دست دوستی به سوی او دراز می کنی، او نیز دست دوستی از تو دریغ نخواهد کرد و دوست خود گشتن از بزرگترین موهبت‌های زندگی است. از مسیح نقل قول است: دشمنان خود را دوست بدارید چنان که خود را دوست می دارید. ولی کسی که خود را دوست ندارد چگونه می تواند دشمنش را دوست بدارد؟ و از این عجیبتر می گویند همسایه خود را چون خود دوست بدارید. می توانی دشمن خود را دوست بدارید چون دور از توست. اما همسایه دیوار به دیوار را چگونه می توانی دوست بداری؟ به اندازه خودت. اشتباهی از این گونه تو خودت را دوست نمی داری. اگر آنچه با خود کرده ای با او کنی، او را کشته ای. زیرا تو خود قاتل خودی. تو زندگی پس از مرگ را می گذرانی. لطفی کن و همسایه را با خود به گور مبر و هرگز به دشمن این ستم را روا مدار. چه آزاری به تو رسانده است؟ این همه ظلم چرا؟ این حق توست. بر خود آن کنی که می خواهی. اما حق نداری که همان بر دشمن و همسایه روا داری. بدان که به خود عشق نورزیده ای. دشمن را فراموش کن. همسایه را نیز فراموش کن. نخست خود را دوست بدار. و خیر و شر را هر دو یکی کن. وجود را شقه مکن. و در یگانگی خواهی دید که خیر و شری در بیرون نیست. آنها تنها انعکاس جدایی درون تو بودن. اکنون یگانگی را در بیرون نیز خواهی دید. وحدتی ژرف میون ظلمت و نور. میون مرگ و زندگی. آن وحدت و یگانگی را سرشار در همه جا خواهی دید. دست در دست هم دوش یکدیگر. یکی بر علیه دیگری نیست. آنها همه مکمل یکدیگرند. آنچه خیر و آنچه شر مینامی همه با همند. نمی توانند جدا از هم باشند. تنها با هم حیات می‌یابند و با یکی شدن در درون است که می توانی هستی را در تمامیت و یگانگیش ببینی. می خواهم که نخست خود بشکفی. شاید خودخواهی باشد. با این خودخواهی مخالف نیستم. اما شکفتن گل سرخ خودخواهی است؟ آیا نیلوفر گل می کند تا خود بنماید؟ خورشید آیا در نور افشانی خود بی‌دریغ نیست؟ پس هراسان مشو. تو متولد شده ای. تولد تنها فرصتی است، آغاز است و نه پایان. باید شکوفا شوی. نخستین و مهمترین مسئولیت تو همین شکفتن است. به آگاهی کامل رسیدن، به هوشیاری. و در این آگاهی است که می توانی دریابی چه سهمی را می توانی عطا کنی و چگونه می توانی گره گشا باشی. اگر حرمت زندگی را داشته باشی، مشکل بتوانی حتی گلی از شاخه جدا کنی. از گل لذت می بری، به آن عشق می ورزی. می توانی گل را لمس کنی و یا بر گل برگهایش بوسه بزنی، اما چیدن آن نابودش می کنی و به وجود آزار می رسانی که چون تو زنده است. حقیقت رازگشایی است. وجود دارد. نیازی به اختراع آن نیست. باید کاشف آن باشی. تو یک کل هماهنگی.
هر جزئی با جزء دیگر در وحدت است. نمی توانی بخشی را غنی و بخشی را فقیر سازی. کل متأثر می گردد، یا فقیر و یا غنی می شود. مجبوری در کل خود را بپذیری. پس زندگی کن، به تمامی زندگی کن. مشعل زندگی را از هر دو سر شعله ور کن. تنها چنین انسانی می تواند سرزنده و خندان بمیرد. و خندان موندن در آستانه مرگ تنها زمانی ممکن است که لحظات عبث نداشته باشی که بپرسن پس کی به ما امکان حیات می دهی؟ همان لحظات عبث را می گویم. اگر هر لحظه کامل گردد، لحظه‌ای برای فردا نخواهد ماند، چون تنها لحظات ناقصن که از فردا دم می زنن. اگر نتوانستی آن را دیروز کامل کنی، ولی فردا به این کار همت کن. اما اگر هیچ دیروزی ناقص رها نشود، چیزی برای فردا نخواهد ماند. از این رو این لحظه، لحظه تام و تمام است. زندگی کردم بی آن که به گذشته و آینده بیاندیشم. آره، این تنها راه زندگی است. غیر از این تظاهر به زندگی است و نه زندگی. آرزو داری زندگی کنی ولی به عبس. به یاد می آوری که زندگی کرده ای، اما نه. گذرانی بوده و نه زندگی. خاطره ایست و تخیلی، اما هرگز واقعیت نداشته است. وجود تنها یک زمان را می شناسد و آن زمان حال است. این زبان است که سه زمان را می شناسد و 3000 تشویش در ذهن تو ایجاد می کند. وجود تنها یک زمان را می شناسد، زمان حال، و هرگز با تشویش همراه نیست. سراسر آرامش است، انگامی که به تمامی در اینجا حضور داری. در آرامش سیر می کنید. حضور در لحظه راز و نیاز است. به تمامی در لحظه بودن. آه که چقدر زیباست، چه رایحه‌ای، چه شادابی و طراوتی. همیشه جوان و هرگز به دیگر سو نمی رود. بزرگترین نیاز انسان همانا نیاز به آن است که نیازی برآورد، وگرنه احساس می کند که می شکند. درختان، ابرها، خورشید، اختران، کوها، گویی هیچ یک به تو نظری ندارند. تمامی وجود بی تفاوت می نماید. بودن و نبودنت یکسان است. اینجاست که ذهن می کاهد و می فرساید. اینجاست که مذهب راستین تلاش می کند به هر راهی یاریت دهد تا شانه هایت را از بار این نیاز آزاد سازی، تا ببینی که نیازی به این نیست که کسی نیازمند تو باشد. وجود چنین دست نیازی به آن می ماند که در جستجوی افسانه‌ای باشی. لحظاتی است که باید فرد را تنها رها کرد. تنها در تنهایی است که در می‌یابد. اگر سعی کنی کمکش کنی، او را بیشتر به درد سر می‌اندازی. هنگامی که دیگری می‌تواند به تنهایی حریف را به زمین بزند، تلاش نکن به زور کمکش کنی. کسی را مجبور مکن با چشمان تو نگاه کند وقتی خود بیناست. لطفی کن و عینک خود بر چشمان دیگران مگذار. نمره عینک ها متفاوت است. این گونه او را به نابینایی می کشانی. در بستر سکوت ژرف، مال من و مال تو مفهومی ندارد. زندگی به معنای سادگی است. جریانی است یگانه. رشته های نامرئی ما را به هم پیوند داده است. اگر آزارت دهم، خود را آزار دادم. و اگر به خود صدمه بزنم، به همه شما صدمه زدم. زندگی جریانی سیال، جنبش است و تداوم. زندگی کامل است و بی‌عیب. از لحظه ای که درگذر است لذت ببر. هر قدر که می توانی از این آب روان بنوش. با اندیشیدن وقت را تلف مکن. میاندیش که این جریانی است گذرا. از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن. فردا که نیامده است فریاد مکن. در همین کوتاه زمانی که این جویبار از برابرت می‌گذرد، تمامی عصاره آن را بنوش. سیراب شو از قطرات این جویبار. آنگاه کیست که نگران رفتن یا ساکن شدن جویبار باشد؟
اگر ساکن بماند ما همواره می نوشیم و اگر جاری باشد در لحظات دیگر تشنگی فرو می نشانیم. تنها گذشته‌ای که آری از زندگی بوده منشأ رنج روانی ماست. تکرار می کنم. گذشته‌ای که آری از زندگی بوده. لحظاتی که می توانستی زندگی کنی و نکردی. آن عشقی که می توانستن بشکفن ولی پژمردن. آن ترانه‌ای که میشد بر زبان جاری گردن ولی تو به همان ناله‌های ابلهانه بسنده کردی. آری، گذشته آری از زندگی است که منشأ رنج روانی است و هر روز سنگین‌تر از دیروز می‌شود. این گونه است که سالخوردگان عبوس و ترشو می‌شوند. آنان را گناه نیست. آنها خود منشأ این افسردگی نیستند. چرا هر چیز و هر کس او را کلافه می‌کند؟ چرا خشم رهایش نمی کند؟ چرا نمی تواند ببیند که دیگری شاد و سرخوش است؟ چرا پایکوبی نغمه سرایی جست و خیز و هلهله کودکان را تاب نمی آورد؟ چرا فرمان سکون و سکوت سر می دهد؟ گرفتار چه بلایی است؟ علت پدیده روانی بسیار ساده است. تمامی زندگی تهی از زندگیش. با دیدن کودک رقصان کودک درون او ناله سر می دهد. کودکی که به او اجازه ندادند برقصد. شاید والدین، شاید بزرگترها، شاید خودش به دلیل اینکه شخصیتی باوقار بوده و درباره اش گفتن ببینید چه کودک آرام، مهربان و ساکتی است، نه مزاحمتی دارد و نه شیطنتی. اینگونه من او را ارضا کردم و بدین ترتیب از آن همه لحظات محروم شده است. اکنون این همه را بر نمیتابد. نمیتواند این کودک را تحمل کند. در واقع کودکی آری از زندگی اوست که نیشتر میزند. زخمی دیرینه و ماندگار. و چه زخمها که اکنون سوزش آن آزارت میدهند. هزاران جراحت مانده بر جانت در انتظارند. اکنون بگو. چقدر از زندگی را تویی از زندگی سپری کرده ای؟ چقدر؟ چون به دیدار دوست می روی دیدار را دریاب. کسی چه می داند؟ شاید فرصتی دیگر دست ندهد. آنگاه پشیمانی سودی نخواهد داشت. درست همان گذشته نشکفته است که آزارت خواهد داد. همان چیزی که می خواهی بگویی و نمی توانی. کسانی هستند که آرزو دارند به کسی بگویند دوستت دارم. از سالها دودلند و این را بر زبان نمی رانند. روزی می رسد که او رفته است و عاشق می گرید و فریاد می زند. نتوانستم به او بگویم که دوستش دارم. به تو می آموزم که چگونه و با هر شیوه ممکن با شکوه و در سرور زندگی کنی. زندگی جسمانی، زندگی روحی و زندگی ذهنی را به تمامی و هر آنقدر که می توانی زندگی کنی. تمامی لذت نهفته در هر لحظه را برون آر. تمامی شادی ممکن را. به گونه ای که افسوس نخوری که آن لحظه رفت و من از دستش دادم. انگوش شمارن مردمی که زندگی می کنن. 99% و 99% از مردم تنها آرام و آرام خودکشی می کنن. یک دانه بعض میلیون ها دانه را با خود دارد. آیا وفور و غنای هستی را میبینی؟ یک دانه میتواند تمام زمین را سبز کند. یک دانه و یک زمین. میبینید که چه قابلیتی در یک دانه ناچیز نهفته است؟ اما میتوانید همین دانه را در گنجینه خود، در حساب بانکی خود محبوس کنید و زندگی را ادامه دهید. اما این زندگی دیگر زندگی نیست. هر آنچه که در رویا می‌بینی، هشدار. این رویا آینه چیزی است که در واقعیت از دست داده‌ای. کسی که در واقعیت زندگی می‌کند، رویاهایش به تدریج رنگ می‌بازند و ناپدید می‌شوند. دیگر چیزی نمی‌مانند که در رویا به آن بیندیشد. آنگاه که سر به بالین می‌گذارد، بیهوش از کار روزانه می‌افتد. کارش تمام است. آن خماری ندارد که به وادی رویاها بکشاندش.
در خیال شاید، ولی در واقعیت دیروز را نمیتوان زندگی کرد. دیروز مرده است. راهی نیست که بتوان دوباره روح زندگی در آن دمید. نمیتوانی زمان را به عقب بازگردانی. آنچه گذشت تا ابد گذشته است. فردا در آن نیست و هرگز نبوده است. فردا نمی آید. طبیعت آن اینگونه است. فردا همیشه در حال آمدن است. می آید. شادی دلیلی نمی طلبد. این ناشادی است که دلیل می طلبد. شادی طبیعی است. گوهر انسانی حکم می کند که شاد باشی. برای ناشادی دلیل ها لازم است. اما شاد بودن نیازی به دلیلی ندارد. شادی به خودی خود کافی است. این تجربه ایست بس زیبا. بیش از این چه می خواهی؟ چرا باید دنبال دلیلی برای این شادی باشی؟ شادی خود دلیل است. همین کافی است. اگر همین زندگی را در شادی و کمال گذراندی، آنگاه از آنچه پس از مرگ در انتظار توست نمی هراسی. آری، آنقدر لحظه ها سرشار خواهند بود که نمی توانی پیش از آن به ذهن راه دهی. زندگی آزاد از تضاد هاست. تمامی تضاد ها مکمل یکدیگرند. بدان گونه که روز و شب مکمل یکدیگرند، زندگی و مرگ نیز چنینند. نمی توانی حقیقت مرگ را پنهان کنی. می بینی که گورستان را در همه جا بیرون از شهر بنا می کنند. ای کاش آن را در مرکز شهر جای می دادن تا هر رهگذری دوباره و دوباره از مرگ یاد کند. هر چیز دیگر تنها محتمل است. شاید پیش بیاید و شاید پیش نیاید. اما مرگ را به احتمال کاری نیست. مرگ تنها امر محتوم در حیات توست. در هر شرایطی از مرگ گریزی نیست. راه فراری نیست. به هر کجا که روی مرگ به دیدارت خواهد آمد. تنهایی جایی است که دیگری را از دست می دهی. یگانگی هنگامی است که خود را در میابی. هیچ تجربه‌ای با شکوه تر از تجربه مرگ نیست. نمیخواهم بگویم مردم و بازگشتم. نه، هرگز. ولی میدانم که در مکاشفه نیز تو به همان وادی سفر میکنی. رها از فیزیولوژی، بیولوژی، ترکیب شیمیایی و غیره. همه و همه فرسنگ ها از تو دورند. تو به ژرف‌ترین کانون وجودت، جایی که تنها آگاهی حرف حاکم است، سفر کرده ای. تنها و تنها همان آگاهی به هنگام مرگ با تو خواهد بود. آگاهی را نمیتوان از وجود جدا ساخت. هر وادی دیگر را میتوان با دستای خود، با دستهای مکاشفه پشت سر نهاد. آری، مکاشفه تجربه مرگ در زندگی است و چقدر زیباست این تجربه. آنچنان زیباست که تنها یک چیز درباره این مرگ میتوان گفت. میلیونها بار ژرف‌تر از تجربه مرگ است. ما ایم که آمده ایم و می گذریم. هستی باقی می ماند همان گونه که هست. این زمان نیست که می گذرد. ما ایم که آمده ایم و می گذریم. اما از سوی سخت در اشتباهیم. به جای اینکه ببینیم که در گذریم به اختراع بزرگی تکیه کرده ایم. ساعت. شاهد زمان در گذر. اندیشه کنید اگر انسان بر کره خاک نبود آیا گذر زمان معنا و مفهومی داشت؟ پدیده ها همچنان وجود داشتند. دریا همچنان به ساحل می خرامید و امواج به صخره ها می کوبید. آفتاب بر می آید و باز غروب خواهد کرد. اما صبح و غروبی در کار نخواهد بود. زمان آنگونه که ما می شناسیم معنایی نخواهد داشت. زمان قائم به ذهن انسان است و حیاتش مدیون دیروزها و فرداهاست. این لحظه پاره ای از زمان نمی تواند باشد. هنگامی که همین لحظه، همین جا حضور داری، زمانی وجود ندارد. چرا میخوای این لحظه ابدی شود؟ چه میدانی؟ شاید لحظات بهتری در راه باشن. لحظه پیش حتی تصور این لحظه را نمی کردی و کسی چه میداند؟ شاید با گذشت این لحظه، لحظه بهتر در رسد. در حقیقت، چنین لحظه‌ای در راه است. اگر خود را غرق در این لحظه کنی، درسی بس گرانبها آموخته ای
که در لحظه‌ای که در از راه می‌رسد به کارش خواهی گرفت. هر لحظه پخته و پخته‌تر خواهی شد. هر لحظه بیش و بیشتر متمرکز خواهی شد. افزون و افزون‌تر در لحظه، افزون و افزون‌تر آگاهی، بیشتر و بیشتر هوشیار و بیشتر و بیشتر لایق زندگی. زندگی راه‌های خود را می‌جوید. لحظه‌ای که بخواهی بر این راه‌ها مهر و نشان خود را بزنی، آنها را ضایع می‌کنی. بگذار زندگی آزاد جاری باشد. بسیاری از گفته‌های امروزم نافی گفته‌های دیروزم هستند. جای نگرانی نیست. آنچه امروز می‌گویم درست است و هر آنچه فردا بگویم درست‌تر خواهد بود. با پسین گفتم در بستر مرگ به یقین از همه درست‌تر خواهد بود. پیش از آن نمی‌توانی تصمیم بگیری. من زنده‌ام و زنجیرهای اسارت گذشته بر پای ندارم. انسان آگاه هرگز قابل پیش‌بینی نیست، چون هرگز واکنشی نشان نمی‌دهد. نمی‌توانی از پیش دریابی که برخورد او چگونه خواهد بود. هر لحظه او وجود نوست. شاید در گذشته در لحظه خاص به گونه ای عمل کرده و در لحظه بعد شاید به گونه دیگر و نه به همان شیوه پیشین. آری، در هر لحظه همه چیز تغییر کرده. به جز ناخودآگاه و واکنش هایش که ثابتن، همه چیز دیگر سیال است و ناپایدار.